جان بیا تو اینجا بخارش بیشتره. این یارو با این هفته گیتارها کوکه، مانلی و صدای سحرآمیز پنجه‌هاش روی دسته گیتار، گلشیفته فرهانی و موزیک ویدیوی سکوت. درود، خوش اومدین به برنامه کوک. بفرمایید تو، خواهش میکنم بفرمایید. اول برنامه دنیا دست کیه؟ ها؟ دست مانلیه. دست مانلی چیه؟ گیتار سحرآمیز؟ نه، پنجای سحرآمیزش. گوش کن، کیف کنی. Cold Arrival. مانلی چیکار کرد آقا؟ این کول ارایول اصلا نبود، ارایول ناکلی بود، اصلا سرما تو این اجرا نبود. چه بسه رسیدنش به برنامه ما، خیلی خوش اومد. مانلی حالا باش صحبت میکنه روی مبل قرمز، حتی چه مبل قرمز، شاید اصلا صحنه قرمز باشه. حالا نگاه بکنیم به اخبار هنری و موسیقی این هفته، ما ببینیم کی کجای دنیا چیکار کرده و چرا. حالا نگاه کنیم، من نگاه نکنم، اونجا نگاه کنیم. تیلر سویفت، ستاره 20 ساله موسیقی کانتری، در لیست 100 چهره تاثیرگذار سال قرار گرفت. مجله تایم از سال 99 میلادی لیست 100 نفره چاپ میکنه و طی 11 سال باراک اوباما 5 بار، جورج بوش 4 بار، براد پیت هنرپیشه هالیوود و دالای لاما رهبر معنوی بوداییان هر کدوم 3 بار در این لیست قرار گرفتن. و تیلر سویفت به خاطر اینکه 4 میلیون نسخه از آلبومش فروش کرده.
جشنواره تانکس جیمی یا سپاس جیمی که بزرگداشتی از خدای گیتار الکترونیک جیمی هنریکس هستش در لهستان برگزار شد. در این مراسم 4500 گیتاریست در مرکز شهر کلاکوف در جنوب لهستان دور هم جمع شدند و قطعاتی از کارهای جیمی هنریکس رو نواختند. سال گذشته در همین مراسم 6346 گیتاریست شرکت کرده بودند که رکورد اجرای گروه گیتار رو شکست. و که در این اقیانوس پر تلاطم حوادث میگن نامه رو هر وقت دست بیننده بگیری تازه است. ببینید نامه برای ما چی اومده این هفته به برنامه کوک. آ تو بزن اینجا ماهیا پاسشو پرت بید. آ گرفت. وات؟ آ یه نامه گرفت از سوال. چقدر جالب، آبش خشکه. بله نوشته با سلام، برنامه کوک شما رو جمعه شب مشاهده نمودم و واقعا جالب بود. مال برنامه گلبانگ رو داره ایشو میگه. اگه براتون مقدوره حدود یک ساعت کامل این برنامه رو به ایمیل هم بفرستیم. میدونی چند گیگابایت میشه؟ این که اصلا ما نمی کنیم که جای خود داره، بلکه ما برای تولید برنامه خودش این هفته وقت میزنیم، دیگه کسی نمیمونه و جونی نمیمونه که بخواین هم برای شما کوچیک کنن شخصی بفرستن. واقعا ببخشید این کار مقدور نیست، معذرت میخوایم. او چا تک پورتالاتون شده اعصاب این اقیانوس خورده. و همینطور جوزف از تهران میگه ممنون از برنامه خوبتون، یه خواهش میکنم مصاحبه با سپیده رو که یک برنامه کامله برام بفرستیم. بازم نمیتونیم ما این کار رو بکنیم، اونا بعدن کسای قاچه گوچه روی یوتیوب و اینترنت این برام میتونن برن نیا کنن. ببینیم یه نامه دیگه میاد توی ده. آقا بطری، این از یه جزیره بطری، پیام توی بطری شد جانه. ببینیم بطری ها خود رو آب شنابر نونه. برنامه کوک. اکبر گفته که اگه امکان داره با گروه نیاز و علی خصوص اعظم علی و همینطور گروه اکسیوم آف چویس مصاحبه کنی. آدرساشون هم داده. خب آدرس همین بچه میده باشم تلفنی حرف زدیم. اکسیوم آف چویس که رهبرشون رامین بود که دیگه از بین رفت، شد همین گروه نیازی که شما اسپوردین که خواننده‌ش هم خانم اعظم علیه. با اکسیوم آف چویس مامک میخون قدیما. خلاص این گروه عوض شده بعدش. ما با همه اینا در تماس هستیم ولی موقعیت پیش نمیاد باشه مسابقه کنیم، چون که اعظم علی و نیاز در آمریکا هستن و همه کارمندان در شرکت مختلف. ولی چش سعیمون میکنه جون خودمون. آقا این نامه دیگه بگیرین. نامه کوسه نیفته. خطرناکه از این چیزا. آهنگ خیلی چیزه شناوریه. مانری هم چه گرفت این دیگه ماهی آخر اون باشه. کارینا کبیر گفته سلام، برنامه فوق‌العاده است، میتونین به من بگین چطوری میتونم موزیک ویدیومو برای شما بفرستم؟ تنها راهش اینه که به ما ایمیل بزنین، نامه یا ویدیو یا هر چی هست، cook@bbc.co.uk. مانری جان میشه لطفاً یه تیکه بزنی که حالت ایرانی داشته باشه؟ داره یه چیزی دیگه نه؟ خیلی ممنون. و برنامه کوک وارد مرحله تازه میشه، وارد پوش
گزارش هفته. گلشیفته فراهانی کسی که علاوه بر بازیگری کار خوانندگی هم میکرد، ولی نه با نام گلشیفته، بلکه با نام کوچنشین. سکوت اولین ترانه ایه که با نام گلشیفته فراهانی منتشر شده. حالا بعد از سالها گلشیفته سکوتش رو با سکوت شکست. گلشیفته، چی شد که این کارو شروع کردی؟ داستان این آهنگ از جایی شروع شد که آقای مفرزاده با من تماس گرفتن، گفتن یک شعری از ایران اومده که بعد از 30 سال منو راغب کرده به اینکه یک کاری دوباره بسازم. این شعرم که یک سربازی فرستاده که از دل ایران اومده، یک سرباز 19 ساله این شعر رو گفته. شعار نمیده، داره عمیق و خیلی یواش داره فقط میگه نکنین باور. داد نمیزنه، فوشم نمیده، داره با لبخند میگه که این سکوت رو باور نکنین. میسازم سکوتم را نکن باور، من آن آرامش سنگین پیش از قهر تو. من خیلی دوست نداشتم همیشه برم پشت میکروفون و حرف بزنم و بگم اینه من اینو فکر میکنم. نمیتونستم، همیشه فکر میکردم باید آدم از گوشه کنار بره و حرفشو یواش بزنه، ولی اگر حرفش عمیق باشه به اندازه کافی جای خودش میشینه. و بعد شعر رو که خوندم دیدم خب بله، واقعا از دهن منه، از نسل منه. و من که خواننده نیستم، من کارم موسیقیه، من نوازندگی پیانو خوندم ولی خواننده که نیستم. ولی مهم نبود، مهم این پیام بود، مهم این حرفی بود که میخواست زده بشه. و از کی؟ از شاید اگر که این آهنگو یک خواننده درجه یکی که اینقدر زیاد داری میخوند خیلی زیباتر بود، ولی این آهنگ داشت از دهن من زده میشد که 30 سال، 26 سالمه و میوه این انقلابم. ویدیویی که ساخته یه سری تصاویر ایرانه، از 100 سال پیش، ستارخان و باقرخان تا امروزه. آیا خواسته اینا رو با هم مقایسه بکنی؟ دقیقا چی کار میخواستی با این تصاویر بکنی؟ ما فکر کردیم که خب همین، ما کجا وایسادیم؟ کجای تاریخ وایسادیم؟ چقدر داریم میجنگیم؟ چقدر جنگیدیم برای آزادی؟ چند ساله؟ 100 ساله؟ بیشتر، خیلی وقته. ولی 100 ساله که میدونیم که انقلاب مشروطه کردیم. برای چی؟ برای مجلس، برای اینکه مردم رأی بدن و انتخاب بکنن. و اصلا قصد مقایسه نداشتیم، اصلا هیچی، فقط خواستیم ببینیم این بود، این شد. اینا مبارزان، اونا کسی بودن که اون موقع مبارزه میکردن، ستارخان، باقرخان، میرزا کوچیک‌خان جنگلی و خیلی های دیگه. و زیبایی این حرکت اینه که اون چیزی که مردم، ما 30 میلیون آدم خواستن که زیر 30 سالن، یک آدم از دل خود اونجاست، از دل این انقلابه. من طرف کسی وای نستادم، من از اولم طرف کسی وای نستاده بودم. ولی مسئله اینه که این انگی که همش دارن زده میشه که این بیگانگان، این حرکت از بیگانه، نه اصلا همچین چیزی نبوده. اگر اینطوری بوده که مردم یک آدمی از دل اونجا نمیخواستن که. یه خواستار دگرگونی نیست، این فقط اصلاحاته، اصلاحات به سمت همون آزادی نسبی. همان گونه که باید باشد اما نیست، میسازم سکوتم را نکن باور. من خواننده نیستم، من کارم موسیقیه ولی خواننده نیستم. ولی این حرف هستم، این حرف مال منه، مال نسل منه. من کیم؟ مال ماست. من خواهش میکنم از مردم کم و کسریاشو ببخشن، ولی یک چیز بزرگتری پشت سر این کار هست، یک حرف بزرگتری هست که
میارزه که آدم چشمشو ببنده روی بعضی از کم و کسری ها و ایشالله سعی میکنیم که اون کم و کسری ها هم جبران کنیم حالا. و همین یک شعر زیباییه، میگه که چنان که ابر گره خورده با گریستنش، چنان که گل همه عمرش مسخر شادیست، چنان که هستی آتش اسیر سوختن است، تمام پویه انسان به سوی آزادیست. سکوتم را نکن باور. مانلی جمال آلبومش رو بماهنگ داده بیرون، شوخی نیست یه نفر یه گیتار فقط بزنه و یه شرکت حاضر بشه که آلبوم بده بیرون باهاش. عجوبه گیتاریه، چند سالشه، کجای دنیاست، چرا اینجوری شده، کجا قراره بره، میفهمی روی صحنه باش صحبت میکنه. به به مانلی، آخر خوش اومدی برنامه ما، خیلی خوش اومدی از بلاروس به ایران، به آلمان، به آمریکا، به کانادا و حالا اینجا به لندن. این 25 سال زندگی تو در همین یه جمله گفتم. خیلی خوش اومدی. فارسی میسین که چی نمیدونی؟ یکم بردی؟ بابا پدر بزرگت بهازی مترجم و نویسنده بوده، چی شد؟ پیش میاد دیگه نه؟ مالی تازه که توی مسابقه شرکت کردی نه؟ درست. مسابقه چی بوده؟ گیتار کامپیتیشن. توی کجا؟ یوتیوب. یوتیوب روی اینترنت؟ بله. چندم شدی؟ اول. بابا مرسی. چطور شد که تو اینجوری گیتار میزنی اصلا؟ که اول برنامه هم دیدیم. میتونم انگلیسی هم خودمونی باشه. The reason I started this way. ما سبک‌های مختلفی داریم، موسیقی فلامینکو، موسیقی کلاسیک، راک، پاپ، متال. خب همه این سبک‌ها رو من یه جورایی گذروندم و روشون کار کردم و آخرش فقط اینا رو ترکیب کردم که یه سبک اساسی بسازم. مانلی، این علتی که اینقدر شیفته گیتار شدی اصلا همین اخراج خانواده شما از آمریکا به کانادا بودش انگار، درسته؟ What happened was when we left. این اتفاق زمانی افتاد که ما اونجا رو ترک کردیم و فقط چیزایی که تو دستمون بود و تونستیم همراه خودمون ببریم. برای من فقط یک کوله پشتی بود و یکی از گیتارام. وقتی به کانادا رفتیم من نتونستم 6-7 ماه مدرسه برم، چون که منتظر بودیم شرایط عوض شه. برای همین 6-7 ماه یه دم گیتار زدم و یه تمرین حسابی برام بود. اتفاقاً دیدم یه تیکه که می‌زنی اولش مثل تومبک بود. تو موسیقی ایرانی بلدی نه؟ A little bit. یه ذره، نه زیاد. من یکم 6-8 بلدم که خیلی هم طرفدار داره. از کی یاد گرفتی موسیقی؟ پدر من. پدرتون بلدن؟ و تو نقاشی هم ازشون یاد گرفتی، از مادر پدر، و این جلد این آلبوم هم شاهد منه، چون که این نقاشی خود مانلی هستش. چند سال بودی کشیدی؟ 5 years ago. مانلی نقاش، پدر مادرش هم نقاش هستن و این هم آلبومی داده بیرون چند ماه پیش شده. این مانلی جمال اسمش هست The Zaire Movement، که زایر برعکس اسم فامیل نامزدته. درست. چرا برعکسش کردی؟ خواست کسی نفهمه؟ Exactly. دقیقا. یه رمزی بود که لوره. همه فهمیدن. و اینجا 14 تا آهنگ داره، روش ستار هم انگار زدی تو این آهنگا. جدی؟ Yeah. چه جاله؟ وقت ادامه میدی ستارا یا اینکه نزید؟ نه نه. تفریحی میزنم. تفریحی میزنم. تفریحی. من که نفهم چی میگی. و آهنگ چطوری میسازی؟ From different kinds of inspiration. از منابع مختلفی الهام میگیرم، گاهی از زندگی شخصی. من تا 18 سالگی 4 تا کشور رفتم و این برای یه نوجوان زیاد حساب میشه. برای تجربه امروزت هم مینویسی چیزی برای کوک؟ برنامه ما؟ maybe I should. یه تیک کوچیک میزنی؟ For cook? آره، for cook. همچنین میبینی اعصابش خور، اعصاب نداره بچه. و تو یادم میدی نه؟ معلم موسیقی هستی، شاگردات کیان؟ خیلی ها، از 8 ساله تا 60 ساله، از همه جا. همه سبکی یاد میدی؟ نه، فقط تعداد خیلی کمیشون که به قدر کافی پیشرفت کردن میتونن این کارو بکنن. این خیلی برام لذت بخشه، چون سبک تازه و جدیدیه. مال خودته؟ نه، بعضی جنبه‌هاش مال منه، ولی از نظر تکنیکی همش قبلا یه جورایی انجام شده. این بستگی به آهنگساز داره که اونا رو به یه روش نو ارائه بده. بازم برای ما میزنی روی صحنه یه آهنگ دیگه هستش که اتفاقا در وصف نامزدت برای ما نواختی، ولی قبل از اون چند تا ویدیو با هم نگاه کنی. ببین چه انتخاب کرد. نگاه میکنی آقا. سالومه هستم با موزیک ویدیوهای این هفته. اولین ویدیوی امروز مال ترانه دستا بالای آرشه. این آهنگ از آلبوم دنیاست که حدود 2 سال پیش منتشر شد. موزیک ویدیویی که میبینید به تازگی ساخته شده و در اون تیمباکتو و آیلار در کنار آرش ظاهر شدن.
امشب میخوام این شب و یادتون نره ولون تا تهه برقصیم وسط شبه لب رو لبه همه جمع شدیم دور همیم دستا رو بدیم بالا همه گی کپ بزنیم بلرزیم این بدن و ایفل اون قد و هیکل غیر بدین امشب Nothing Are You ویدیوی دوم این هفته است. این اولین آهنگ از آلبوم اول بابی ری، خواننده، ترانه‌سرا و نوازنده امریکاییه. در اجرای این ترانه برونو مارس، خواننده دیگه امریکایی، بابی رو همراهی کرده. I could be chasing but my time would be wasted. They got nothing on you baby. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. So much nonsense is on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you wanna know. But never mind that, we should let it go. We let it go. Cause we don't wanna be a TV episode. TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. Go, 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 go. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, nothing on you, babe. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, cause they got nothing. خب این هفته همینا بود. با ما در تماس باشید. ایمیلمون که یادتونه cook@bbc.co.uk. ولی فعلا برمیگردیم پیش مانلی و گیتار نوازی منحصر به فردش. موزیک ویدیوهای هفته رو نگاه کردیم از برنامه کوک و حالا بار دیگه برمیگردیم روی صحنه پیش مانلی که آهنگی رو برای نامزدش ساخته که ازش هم خیلی دوره، دوستش داره و هر هفته این آهنگ یه جوری عوض میشه. این هفته چطوری میذاره تو این برنامه کوک؟ این شما و این آهنگ زایر.
سپاس مانلی و محشر زد. اوه چه دوری رو هوا کردش. بنابرای به آخر رسه با سپاس از تمام بچه ها، دیوید که پشت دوربین بود و همونطور خانومه که کارگردان بود، خود من که جای خود داره و جور که این پایین دارم چه دور هوا میکنه. برنامه به آخر رسید.